درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. افسران ارتش اسرائیل میگن ما سلاح روز قیامت رو بر روی سراسر ایران مستقر کردیم، اما فعلا علاقه به استفاده از آن نداریم. حالا میخواییم ببینیم سلاح روز قیامت چیه؟ این سلاح از نوع نمپه و برخلاف اسمش به هیچ عنوان تلفات جانی نمیگیره، مگر شخص از فاصله 10 تا 200 از شعاع انفجار این سلاح قرار بگیره. از نوع پیشرفته ترش که در اختیار آمریکا و بریتانیا قرار داره میشه از MPM نام برد. نسخه نمپ این دسته از سلاح نسبت به نسل قبلش قوی تره و میتونه مدارهای الکتریکی، سورس‌های سیلیکون یا آیون رو به طور کامل از بین ببره و همینطور وسعت انفجارش یک کلان شهر رو در بر میگیره. بدین ترتیب که کل سیستم‌های نظامی و غیر نظامی که در اونها مدار الکتریکی وجود داره عملاً بلا استفاده میشه. البته ارتش اسرائیل گفته فعلاً علاقه‌ای به استفاده از اون نداره، چون به احتمال زیاد توانایی انهدام سایت‌های جمهوری اسلامی رو با تسلیحات ارزان‌تر داره. واشنگتن پست به نقل از یک منبع نزدیک به حزب الله گفته که جمهوری اسلامی میترسه که اسرائیل و ایالات متحده از وقوع هر گونه درگیری در مقیاس وسیع به عنوان بهانه‌ای برای خنثا کردن بازدارندگی هسته‌ای جمهوری اسلامی استفاده کنند. در همین ارتباط یکی از فرماندهان اسرائیل کد قشنگی داده. او میگه بذارید به شایعات جنگ پایان بدم، مگر این 5 نکته که نشان دهنده حمله قریب الوقوع جمهوری اسلامی در عرض چند ساعته. اول، تغییرات در فرماندهی جبهه داخلی ارتش اسرائیل مانند تعطیلی مدارس در سراسر کشور و محدود کردن تجمعات عمومی. دوم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حال رفتن به مقر ارتش اسرائیل در تل آویو. سوم، بسته شدن حریم هوایی در منطقه به ویژه اسرائیل، اردن و عراق. چهارم، هواپیمای بال صهیون دولت اسرائیل در هوا. پنجم، حمله به اهداف نظامی رژیم خرابکار جمهوری اسلامی در ایران، آن هم فقط در چند ساعت به دیوار ندبه ساگند. و در همین ارتباط جالبه بدونید که مرکز تحقیقات آلما یک تجزیه و تحلیل ویدئویی رو تهیه و منتشر کرده. در این ویدئو تمامی سایت‌های موشکی جمهوری اسلامی که به صورت بالقوه میتونن در حمله احتمالی علیه اسرائیل مورد استفاده قرار بگیرن کاملا مشخص شده، و این در حالیه که طبق معمول هنوز عملیات آغاز نشده. ابزارهای جاسوسی آمریکا از تحرکات واحدها و قریب الوقوع بودن حمله مطلع شدند. جمهوری اسلامی با وجود سالها تلاش برای چابکسازی، همچنان حفظ غافلگیری در عملیات‌های پرتعداد موشکی چالش بزرگی به نظر میرسه براش، که در صورت آغاز سرکوب لانچرها نمیتونن نرخ شلیک رو ثابت نگه دارن. و نکته مهم دیگه اینه که گفته میشه فرانسوی‌ها یک مرکز جمع‌آوری اطلاعات موقت رو در استان دیالی در نزدیکی مرز عراق و ایران فعال کردند. بندگان محترمتون، در پاسخ به این سوال من باید این نکته اشاره بکنم که محمود عباسی که از منفول ترین افرادی بود که در طول چند ماه گذشته حالت انفعالی بسیار زیادی داشت نسبت به جنایاتی که رژیم صهیونیستی داشت در سرزمین های اشغالی انجام میداد. این انفعال سبب که حالا برای خریدن آبرو هم که شده حداقل اقدام به این سفر بکنه و تقریبا میشه گفت اولین هدف و کارکرد این سفر برای خریدن آبرو برای خود شخص محمود عباس هست. البته یک هدف بزرگ دیگر هم به نظر بنده در این فضا وجود دارد و به نظر میرسه که محمود عباس امروز سفیر آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در روسیه برای اینکه بتواند ضربه شدت و عمق احتمالاً انتقام گیری جمهوری اسلامی ایران از شهادت شهید اسماعیل هنیه که در ایران توسط صهیونیست‌ها به شهادت رسید و ترور شد، به نظر میرسه که
در این سفر از روسیه خواهد خواست که میانجیگری بکنه به نیابت از صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها که ایران از شدت ضربه خودش بکنه. اما یک به نظر میرسه که یک پیامی هم این سفر دارد و اون هم ادامه دار بودن این جنگ و عدم کارکرد میانجیگری‌های آمریکا در طول ماه‌های گذشته هست، عدم کارایی نفوذ آمریکا در منطقه است و امروز به نظر می‌رسد که روسیه و چین و حتی جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده معادلات. یادتون باشه که پوتین میگفت که اوکراین رو در عرض 10 روز میگیرم، ولی بعد از چندین سال الان روسیه توسط اوکراین گرفته میشه. این تبلیغات دیکتاتور هاست، مثل خامنه ای که چندین ساله داره انتقام سخت از اسرائیل میگیره. جمهوری اسلامی برای یک حمله گسترده آماده میشه و در حال کندن گودال های پرتابگر در غرب کشوره. از طرفی آمریکا و اسرائیل برای یک واکنش سریع علیه جمهوری اسلامی آماده میشن. کار گنبد آهنین بدین صورته که موشک هایی رو رهگیری میکنه که دارن به نقاط حساس میرن، ولی موشک هایی که هدفدار نیستن رها میکنه و بدین سبب سری قبل چند راکت به داخل اسرائیل خورد که کاملا بی ضرر بود. مثلا به این تصویر دقت کنید، سپاه چند تا قارقارک پرنده انتقال داده به سوریه برای حمله به اسرائیل. اون وقت همه دنیا فهمیدن که چند تا بوده، از کجا اومده، کی و کجا میخواد پرتاب بشه، آن هم در شرایطی که طرح‌های دفاعی و حمله در اسرائیل به تصویب رسید. خبرهای تایید نشده از آماده شدن برای یک حمله پیشگیرانه داره خبر میده. جان کلام این که دموکرات ها و جریان چپ برای نابودی ایران و ایرانی به خامنه ای و جمهوری کثیف اسلامی نیاز دارن. دیدار حریص با محمد علی اللهی، مسئول سابق عقیدتی سیاسی نیروی دریایی که چند وقت پیش در تهران در بید به محضر خامنه ای آمد، جنجالی شده. محمد علی اللهی عضو مجمع جهانی اهل بیت که به دستور شخص خامنه ای تأسیس شد و زیر نظر شخص او هم اداره میشه. یعنی ننگ بر ایرانیانی که ادعای مخالفت با جمهوری اسلامی رو دارن و به حریص برن رأی بدن. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.